قانونگذاران کنگره پس از تعطیلات طولانی تابستانی این هفته به واشنگتن بازگشتند و مهمترین اولویت کاری آنها تصویب لایحه هزینه دولت به منظور جلوگیری از تعطیل شدن دولت فدرال است. با همکارم خانم شهلا آرسته از مقابل کنگره آمریکا گفتگو می‌کنیم. خانم آرسته، در کنار بحث مربوط به تصویب هزینه دولت در کنگره آمریکا، چه موارد دیگری در دستور کار قانونگذاران قرار دارد؟ همطور که شما هم اشاره کردیم، مهمترین موضوع تصویب هزینه دولت فدرال، بودجه تخصیصی هزینه دولت اعتبارش تا پایان ماه جاری یعنی آخر سپتامبر به پایان میرسه. مجلس تحت کنترل دموکرات ها بیشتر لوایح مرتبط در این طرح رو با نقطه نظرهای خودشون تصویب کردن، اما سنا تحت کنترل جمهوری خواهان هنوز اقدامی در مورد مصوبه های ارجایی مجلس انجام نداده. اگه دو شاخه کنگره پیش از تاریخ ضرب الاجل آخر این ماه به توافقی در این مورد نرسند، ممکنه که دولت فدرال به تعطیلی کشیده بشه، ولی به نظر نمیرسه که دو طرف اشتهایی برای اینکه کار به اینجا بکشه داشته باشن. اولویت های دیگری که قانونگذاران قصد پیگیریش رو دارن، یکیش در مورد، ولی اختلاف در مورد اونها وجود داره، طرح کنترل اسلحه هست که طرحهای پیشنهادی در این مورد وجود داره و شخص پرزیدنت ترامپ هم در مورد اقدام در این مورد، به ویژه در ارتباط با تحقیقات سوء پیشینه و همینطور افرادی که مشکلات روانی دارن در این ارتباط اقدام بشه، ابراز تمایل کرده. مورد دیگه هزینه دیوار مرزی مورد نظر پرزیدنت ترامپ هستش که طرح جمهوری خواهان نزدیک به 3 میلیارد و 600 میلیون دلار برای این مسئله تخصیص داده، ولی مصوبه مجلس این مورد رو اصلا در خودش نداره. همچنین مصوبه مجلس بند جداگانه‌ای رو در خودش داره که با لغو مجوز جنگ عراق، مصوبه 2001 و 2002، اکنون هر گونه اقدام نظامی علیه ایران رو ممنوع کرده توسط رئیس جمهوری آمریکا، اما پیشنویس سنا این موضوع، این مجوز رو در خودش جا نداده که جای شکاف بزرگی رو میان جمهوری خواهان و همینطور دموکرات ها برای توافق در مورد اون باقی میگذاره. موارد مهم دیگه تصویب توافق تجاری پرزیدنت ترامپ با کانادا و مجلس با مکزیک هستش که دموکرات ها با اون مخالفت دارن و دیگه از دستور کارهایی که سنا و کنگره در پی اونها هستن، تایید صلاحیت پست های خالی بالای کشوریست در وزارت دادگستری و همینطور مقامات پست های نظامی و بعضی موارد دیگه.